سرخط خبرها و مهمترین ها، طالبان سه تن را در خوست شلاق زدند. طالبان افغانستان را به لانه امن برای تروریسم تبدیل کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، کشورهای منطقه به ادعای طالبان مبنی بر مبارزه با تروریسم باور نکنند. و پس از نشر این خبر، یک بزرگ شهر افغانستان تبدیل شد مشروع خبرها. مقام‌های ملی طالبان در خوست از اجرای حکم شلاق به سه تن در این ولایت خبر داده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست با نشر خبرنامه گفت که این حکم پیش از چهار روز سه شنبه در محکمه ابتدایی شهر خوست اجرا شده است. طبق خبرنامه، طالبان هر کدام این افراد را به اتهام جلکلی و رابطه خارج از ازدواج در محضر عام و با حضور مقام‌های ملی این گروه 39 ضربه شلاق زده است. بر پایه خبرنامه، یک تن از این افراد به 2 سال و 2 تن دیگرشان به 6 ماه حبس تنفیذی نیز محکوم به مجازات شدند. در جریان ماه روان میلادی، این 3مین مورد اجرای حکم شلاق از سوی طالبان در محضر عام در این ولایت است. طالبان برغم فشارهای داخلی و خارجی مبنی بر رعایت حقوق بشر و منع مجازات سرایی دست به این عمل میزنند. شورای مقاومت ملی طالبان افغانستان را به لانه امن برای تروریسم تبدیل کرده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته است که طالبان افغانستان را به لانه امن برای تروریسم منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نشر اعلامیه حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ایراد را نکوهش کرده است. این شورا افزوده که تروریسم بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه و جهان بوده و همواره از انسانهای بیگناه قربانی گرفته است. طبق اعلامیه، افغانستان و مردم آن نیز از بزرگترین قربانی های اعمال تروریستی و دهشت افغانی هستند. در اعلامیه آمده است که پس از تسلیم دهی قدرت به گروه طالبان، افغانستان آسیب پذیرترین از هر زمان دیگر شده و در ابعاد وسیع جمله امنیت، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق مساوی و اقتصاد متاثر شده است. گروه طالبان نه تنها برای بهبود وضعیت حاکم در کشور کار نکرده، بلکه افغانستان را به لانه امن برای تروریسم منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. به گفته شورای مقاومت، حملاتی که در افغانستان صورت می‌گیرد مورد حمایت طالبان است. جبهه مقاومت، کشورهای منطقه به ادعای طالبان مبنی بر مبارزه با تروریسم باور نکنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشورهای منطقه خواسته است که به ادعای کذب طالبان مبنی بر مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی باور نکنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به حمله بر مسجد امام زمان در ولسوالی گذره ایراد گفته است که طالبان حتی در واکنش به همچون عملات از تروریستی خواندن آن اجتناب میکنند. این جبهه افزوده است که میان طالبان و سایر گروه های تروریستی تبانی وجود دارد. در اعلامیه آمده است همچون حملات تروریستی بر مردمان مظلوم و بیدفاع ما عزم ما را برای مبارزه با رژیم طالبان که چتر سایر گروه های تروریستی هستند جزمتر می سازد و ما به مردم خود تعهد می سپاریم که برای برچیدن بساط ظلم جنایت گروه تروریستی حاکم و گروه های تروریستی همفکر و همکارش به مبارزه قاطعانه خود ادامه می دهیم. روند سبز، قاری فصیح‌الدین در منظومه طالبان بیشتر به یک ابله شباهت دارد و صلاحیت ندارد. واحد اطلاعاتی روند سبز به رهبری امرالله صالح میگوید که به اطلاعات در وزارت دفاع طالبان دست یافته است که نشان میدهد در سطح وزیر و معاونهایش پراکندگی و اختلاف در مسیر تحکیم قدرت فردی و ثروت اندوزی روز به روز در حال افزایش است. این روند نوشته که ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان در تلاش ایجاد رابطه مستحکم با حبت الله رهبر این گروه است و سعی دارد با نزدیکی بیشتر به حبت الله خطر دور شدن از چوکی را از خود کم کند. روند سبز افزوده است ملا یعقوب هیچ نوع تجربه جنگ و مبارزه مستقیم ندارد و تا امضای قراردادنامه دوحه در پاکستان زندگی میکرد و او مددها میشود که اصلا بر سر کار خود حضور ندارد و دیده نمیشود. طالبان در مورد گزارش امرالله صالح چیزی نمیگوید. بلینکن: توافق امنیتی امریکا و عربستان بازسازی رابط ریاض با اسرائیل بستگی دارد. وزیر امور خارجه امریکا میگوید که واشنگتن بر توافق امنیتی با عربستان سعودی نزدیک است و اگر ریاض رابط خود با اسرائیل رادی کند این توافق امنیتی بر عربستان سعودی پیشنهاد خواهد شد. بلینکن این نظرات را در مجمع جهانی اقتصادی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده بود بیان کرده است. وای افزوده است فکر میکنم کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقهای خود انجام داده است به طور بالقوه به کامل شدن نزدیک است. خبرگزاری فرانسوی به نقل از بلینکن نگاشته است که ریاض و واشنگتن تا چند ماه گذشته کار فشرده ای را با یکدیگر در زمینه عادی سازی رابط میان اسرائیل و عربستان سعودی انجام دادند.
وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرده که قرار بود توافق عادی‌سازی روابط میان تل اویو و ریاد در 10 اکتبر گذشته امضا شود، اما به دلیل حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل به تعویق افتاد. این دیپلمات ارشد آمریکایی از آن کرده است برای پیشبرد عادی‌سازی روابط آرامش در غزه و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی ضروری است. گفتنی است که عربستان سعودی یکی از کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه است. کارشناسان گفتند که عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل اویو می تواند تا حد هزینه های حضور آمریکا در خاورمیانه به ویژه اسرائیل را کاهش دهد. این در حال است که عربستان سعودی در 14 اکتبر گذشته و پس از عملات اسرائیل بر غزه گفتگو بر سر عادی‌سازی روابط با تل اویو را به حالت تعلیق درآورده بود. IMF با ارائه 1.1 میلیارد دلار کمک به پاکستان موافقت کرد. صندوق بین‌المللی پول IMF اعلام کرده که این نهاد با پرداخت 1.1 میلیارد دلار کمک از 3 میلیارد دلار که قرار است به اسلام آباد ارائه شود به گونه فوری موافقت کرده است. IMF در بیانیه نگاشته است که دولت پاکستان در ازای این کمک باید مالیات بر کالاها در این کشور را کاهش دهد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، پاکستان تا چند سال اخیر به منظور جلوگیری از کسر بیشتر بودجه مالیات سنگینی را بر شهروندان این کشور وضع کرده بود. با این حال، یکی از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول گفته که تلاش‌های قاطعانه پاکستان سبب پیشرفت در بازگرداندن ثبات اقتصادی در این کشور شده است. آنتوان سایه، معاون مدیر جایی و رئیس صندوق بین‌المللی پول، افزوده است رشد متوسط بازگشته است، فشارهای خارجی کاهش یافته و در حالی که هنوز بالاست تورم شروع به کاهش کرده است. سایه تاکید کرده که با توجه به چالش‌های مهم پیش رو اسلام آباد باید از این پول که به سختی به دست آورده است برای ایجاد رشد بیشتر اقتصادی فراگیر و پایدار استفاده کند. گفتنی است که پاکستان برای کاهش بحران‌های اقتصادی و همچنان پرداخت بدهی‌های خارجی خود به شدت نیازمند دریافت کمک است. چند پیش صندوق بین‌المللی پول پس از مهار ایزنی با پرداخت 3 میلیارد دلار پول به اسلام آباد موافقت کرده بود. قرار است این مبلغ در چند مرحله به پاکستان پرداخت شود. این در حالی است که ماه گذشته محمد اورنگزیب وزیر اقتصاد پاکستان گفته بود که اسلام آباد می خواهد پس از پایان بسته کمک مالی فعلی به دنبال دریافت یک وام درازمدت به منظور ثبات اقتصادی این کشور باشد. اوکراین از سه روسا در مرزهای شرقیش عقب نشینی کرد. همزمان با درخواست مجدد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای آغاز مذاکره رسمی برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا و ناتو، گزارش‌ها که از عقب نشینی ارتش این کشور از سه روسا در مرزهای شرقی است. بر بنیاد گزارش آمریکایی، الکساندر سیلیسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین گفته است که نیروهایش به موضع جدید در غرب بردیچی و سمنیوکا در شمال ایدوکا بازگشته است. با پیشروی سربازان روسی در اعتماد خط مقدم، نیروهای ارتش اوکراین در شرق این کشور عقب نشینی کرده است. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که نیروهای این کشور روساهای نوباختیوکا در نزدیکی بردیچی را تصرف کرده است، اما ارتش اوکراین درباره این ادعا تا اکنون اظهار نظر نکرده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.